یعنی شناسنامه مملکت رو به اسم یه فامیل زدن، اردن هاشمی. شناسنامه مملکت رو به اسم یه فامیل زدن. آقا یعنی چی؟ مملکت مال هاشمیه، مال خاندان هاشمیه. مثل اسپارتاکوس یکیم که رومیا زادن در اونجا، در تمام جوامع، حتی در مسائل داخلی هم در گذشته وجود داشت که یک عده‌ای خودشون رو حاکم تعریف میکردن و صاحب هر حقی انحصاری، و یک عده‌ای که رعیت‌های پایین دست بودن که هیچ حقی رو به اونها نمیدادند مگر اون که سروران و آقایان اربابان اجازه بدن. اونجا مثلا یه صندلی‌های حصیری بود که برای استراحت مثلا یه آقای صالحی یا تیم اومدن بیرون، یا خود جان کری اینا می اومدن بیرون برای استراحت. همون روزای اول میادن اونجا میشستن و خبرنگارا میتونستن برن، ولی خب اگه از مقامات کسی بود نمیذاشتن از اون پله ها بیان پایین. یه تراسمان هم بود اونجا، هم یه شطرنج بود، صفحه شطرنج بزرگ. جالب هم بود اینکه شطرنج و قضیه مذاکره است. و شطرنج با گرگ ها. دوازده خوبه. اینا دور هتل و نفر برآوردن گذاشتن. جان کری ورودش با همه وزرا فرق داره. جان کری دو تا هلیکوپتر اسکورت بالای ماشینش را میره. یعنی اولین هلیکوپتر که دفعه دوم که رفته بودم، اولین هلیکوپتر که رسید میفهمیدم که خب جان کری الان دو دقیقه دیگه میخواد بیاد. وقتی میومد جلوی هتل که میخواست مثلا بره داخل هتل شه، اگر میدید جای خبرنگارا هستن سعی میکرد اول وایسه، یعنی تو ماشین میشست، بعد خبرنگارا یکی یکی متوجه بشن که جان کری اومده میخواد بره هتل، یعنی نه که براست در باز کنه بره تو، منتظر وای میستاد اونجا، منتظر تو ماشین میشست، بعد خبرنگارا یکی یکی همه خبر میشدن که مثلا جان کری اومده جلوی در هتل. جمع که میشدن مثلا اینکه الان من مثلا خبرنگارا رو دیدم و حالا میخوام با شما صحبت کنم. آقای کری هم از فرودگاه الان مستقیم اومدن اینجا برای که ماشین پیاده شن، ولی جالبه که وایسادن اول همه چی مرتب بشه، همه آدما بیان و بعد پیاده شن. با هلیکوپتر هم میشه. به محض اینکه از 30 ثانیه بیشتر طول میکشه تعداد شاترهای تو، این 30 ثانیه بیشتر طول میشه، اولین کش آقای ظریف که خیلی اوکی، بعد اعتراض میکنه، اعتراضش هم با چشمه، وقتی چشم برمیاد طرف محافظش نگاه میکنه، محافظش میدونه که دیگه باید اینا رو همه رو بیرون کنه. To try to work with our colleagues to see if we can narrow some differences. I want to emphasize there's still some very important issues on the table that are unresolved. It is important for those to be properly, thoroughly addressed. I want to emphasize there is not an agreement at this point in time, but the P5 is working hard. امریکایی چه دولت مردش چه نظامیش که حتی شهروندانش 200 سال بهشون القا شده که اینها آقای دنیا، یعنی اینها از لحاظ روانی از بچگی رو اینها اینجوری داره القا میشه، رو رسانه هاشون، تو سینماشون، تو تلویزیونشون، تو مطبوعاتشون. That's right. I mean they will still believe Obama when he wakes up in the morning he thinks America is the exceptional country. That we are the greatest country on the face of the earth, that everybody really wants to become an American. یه عکسی ازشون گرفتم که محافظش اومد بعدم گفت پاک کنی و اینا،
که آقای هاموند و آقای جنگیری داشتن پیاده راه می‌رفتن به خاطر اینکه خبرنگارا نبیننشون راحت بشن، اون پشت و پیاده می‌رفتن تا المپیکو دور می‌زدن می‌اومدن. بعد یه روز قبل از اتمام مذاکرات اینجا داشتن با هم دیگه پیاده می‌رفتن، بعد وزیر خارجه آلمان، من اینا رو چون لنزم 300 بود داشتم می‌دیدمشون، بعد وزیر خارجه آلمان اومد رسید بهشون، بعد اینا محلش نذاشتن، بعد اومد واسه پیش اینا، جنگیری با دستش گفت که یعنی کاملا پشت دوربین حس میکنه که چی مثلا دارن میگن یا چجوری رفتاری دارن. با حالتی گفت که برو اون ور، یعنی شما برو اون ور، ما میخواییم حرف بزنیم. بعد آلمان هم تنها بدون محافظ پیاده رفت، این دوتا با هم حرف زد. شرمن که حالا یه شخصیت جالبی داره، شرمن خیلی بد اخلاقه، بنی شرمن خیلی بد اخلاقه، یعنی اصلا نمی که گفتم جان کری شاید بگم 100 برابر بدترش رو شرمن داره، انقدر بد اخلاقه اصلا. یعنی شما اصلا نگاش میکنی همینجور اصلا آدم بدش میاد، من واقعیت بدم میاد، یه حالت خیلی خاصی دارن، اخمو اصلا. روک اگه بخوام بگم ایرانی جماعت رو اصلا نگاه نمی کنه. In doing so, we must remain mindful of the long history of Iranian deception regarding its nuclear program. We know that deception is part of the DNA. یه بار یه جایی بودم توی سالونی داشتم ازش عکس میگرفتم، خیلی حالت عصبانی اومد حمله کرد که عکس نگیری، برای چه عکس میگیری؟ خب عکس آزاد بود که، مشکل نداشت. و خب فکر میکنم از ایرانی ها اصلا خوشش نمیاد، یعنی جلوی دوربین ایرانی ها کاملا یادم عصبانیه وقتی از جلومون رد میشه یا مثلا اونجا رد میشه. عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حیاتی، شب شما و بینندگان 21 بخیر. خدمتتون عرض بکنم که دقایقی پیش دور اول مذاکرات ایران و 5+1 به اتمام رسید. خانم وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه امریکا یک کنفرانس خبری به خبرنگارها گذاشتن. الان مذاکرات دو جانبه آغاز شده، قراره که بعد از این دور دوم مذاکرات آغاز بشه بین ایران و 5+1. فضای کلی حاکم بر رسانه هایی که I hope you've had a good day. You've had a good day. Yeah. Now we have to start the serious work of moving forward with. و اون شب آخر بود اگه اشتباه نکنم، ساعت مثلا 9 شب آقای ظریف و کری رفتن مذاکره، که دیگه ما واقعا دیگه خسته و کلافه شدیم، دیگه هر روز از 8 صبح این 10 روز کشید اگه اشتباه نکنم، از 8 صبح می‌رفتیم تا مثلا 10-11 شب 12 گاهن. اون شب دیگه تا 2 فکر میکنم ما بودیم، اون شبی که 9 شب رفتن تا 6 صبح، که میگفتن تا 6 صبح مذاکره میکردیم، ما دیگه واقعا کم رو میبینیم تو سپشیم رفتیم. بعد صبح که آمدیم گفتن تا 6 مذاکره میکردیم، تا ساعت 12-1 بود اگه اشتباه نکنم یه خبرهایی اومد که احتمالا امروز یه بیانیه، بیانیه مشترک آقای ظریف و خانم موگرینی قرائت بشه. یه سری گفتن اتوبوس هم آماده کردیم، آماده کردن که از اونجا ببرن دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان. مذاکرات ما یه گپی باید بزنیم. آها، بریم. تو فضای ماشینا باشه. دیگه دیدی دور زدین ما رو. تاکسی کار دارین یا فضای هستی رو کار دارین؟ همین آقایی که بلیط می‌فروشه. آقا سلام. شما صاحبه کوتام تیم می‌کنم. حالا می‌خواد. خواهش می‌کنم. قابل بحث بدن. جدی به نظر شما ارزش این همه تلاشی که ما براش کردیم داره؟ درست میگیری نگیری چی بکه؟ ما شما نمیدیم بچه های چیزی بچه بالا نیستیم نه اوکی ما خودم بچه های بالا نیستیم مشکل نه نه جدی ارزش این همه هزینه ای که کشور داده رو داره؟ داره داره؟
مذاکرات تاخیر کرده اصلا در درگیر درس و پروژه اینا اینجا خیلی وقت اون بیکار نمیذاره. نمیتونی فقط درس میخوندی دیگه. زبرت که درس میخونه. من اون موقع داشتم. شما پیگیری می‌کردی؟ شما پیگیری می‌کردی؟ پیگیری که هم حدی که اخبار میگفتی خبرش میومد. حالا نظرت چی بود در مورد این توافقی که اتفاق افتاد؟ یه همه خوشحال شدن دیگه، احتمالا خوب بوده. خودت هیچ؟ خدا هم دیدم همه خوشحال هم هم خوشحال شدیم. آخه هنوز توافقی نبوده که یعنی صرفا این سری صحبت ها کردم قراره چند ماه دیگه مثلا نشست و اینا باشه برن. شما چی؟ شما خیلی؟ یه ذره مشکوک بود. این چیزایی که از رود خبرگزاری خارجی میخونیم با اونایی که از خبرگزاری خود رو میخونیم فرق داشت. متقارن هم بود ولی فرق داشت. این چیزا که آخه همون رهبری هم گفتن، گفتن رهبری گفتن خب به من میگن چرا من این صحبتی نکردم، خب آخه هیچی نشده که مثلا الان هم هنوز هیچی نشده که بخوایم صحبت بکنیم، هنوز هم شاید بشه گفت از سر تازه پله اولی، ولی تو این بیانیه که حالا گفتن به نظر من رعایت داره میشه. نظرم راجع به لیوان کافیه، صبح میتونه فرشت کنه. نمیدونم اینجا هستی چه میدونم چی. خیلی خوبه کارش میکنه. نه حالا خیلی هم یه حرفای قشنگ میزنه. میکرم با هم میگه. نه آنچنان. حالا پیگیری کردی که چی بوده؟ یه تفاهمی کردن که نمیدونم انقدر ارزش جنگیدن نداشت اگه که قرار بود به این تفاهم راضی بشن. یه جوری بود انگار کنار اومدن با هم دیگه. یعنی ایرانی قرار اومد عقب دیگه حالا قشنگ بخوایم بگیم. پذیروفی یا چیزایی و مثل اینو قطع کنم. از چند ساله که داشت میجنگید یعنی میخواست سر این قضیه توافق بکنه، خب همون این سال پیش میکرد. اورانیومی که مثلا داریم یک کمتر کاهشش بدیم، مثلا چیایی داریم مثلا آب سنگین عراق اینا رو مثلا تعطیل کنیم، یکم چیاشو بیاریم پایین تر کمترش کنیم دیگه. اونا به دنبال همین هستن که ما رو مثلا محدود کنن. خود کنه میخواد روسیه هم فکر کنم بزرگترین ذخیره گاز دنیا رو داره، برای نیروگاه اتمی داره، یعنی صرف هم به خاطر اینکه ما منافع منابع طبیعی داریم نباید مثلا سراغ انرژی هستی رو بریم. نه اصلا هر کشور ما دلم میخواد بازم چیز دیگه هم داشته باشیم، دلیلی نداره اصلا اونا اصلا بعد خودشون میگه اصلا خب همین دارم میگم دیگه، وقتی که اونا خودشون دارن میگن برای ما خوبه برای شما بده، حرف آدم منطقی باید بزنه دیگه، چطور واسه خودشون خوبه واسه ما نمیشه که. No exception. Japan and France have long invested heavily in this industry. Meanwhile, there are 56 nuclear reactors under construction around the world. 21 in China alone, 6 in South Korea, 5 in India. And the commitment of these countries is not just generating technologies of tomorrow, then we're going to be importing those technologies instead of exporting them. We will fall behind. Jobs will be produced overseas instead of here in the United States of America. That's not a future that I accept. به انرژی اتمی احتیاجی ندارن. اونا انرژی رو صادر میکنن. چرا اصلا ایران راکتور هسته‌ای میسازه؟ چرا اصلا ایران اورانیوم غنی میکنه؟ برای چه هدفی؟ میگن برای مقاصد صلح‌آمیز. اونها به این انرژی احتیاجی ندارن. I think quite a lot, I think 90% or so.
so 80 or 90, a lot. I don't have the latest numbers, but a lot. شرکت برق فرانسه موسوم به ODF و دولت بریتانیا قراردادی را برای ساخت و راه اندازی دو راکتور اتمی به مبلغ 16 میلیارد پوند به امضا رساندند. A Korean nuclear reactor will be installed overseas in the United Arab Emirates. It's part of a $19 billion U.S. dollar contract Korea won to build four nuclear plants in the Gulf nation by the year 2020. شیلی و اوروگوئه بیان بالاتر از ایران و ایران بره پایین تر از شیلی و اوروگوئه و کشورهای دیگه. کشورهای نمیخوام توهین بکنم به این کشور، ولی ما الان قوی تریم، ما الان پیشرفته تریم، باید پیشرفته تریم. نباید یه طوری بشه که دو روز دیگه کشوری که کشورهای دوستمون، کشورهای خوبی هم، کشور مثل ونزوئلا که از ایران دوچرخه وارد میکنه، بیاد چند تا سایت اثری رو اندازی بکنه و ما هیچ. ببین آقای اوباما یه حرف خوبی هم زد، حالا تو حرفاش دقیقاً بعد مذاکره گفت ما هر کاری کردیم بی سابقه ترین تحریم‌های تاریخی هم گذاشتیم، ولی ایرانی‌ها کار خودشون رو در رابطه با هسته‌ای ادامه دادن. همین عزمی که در رابطه با پیشبرد تحقیقات هسته‌ایمون داشتیم، اگه رو بقیه جاهام زمینه‌هام داشته باشیم، خب قطعاً پیروزی بزرگی حاصل میشه. ما به نظر ما به انرژی هسته‌ای احتیاج داریم. آره چرا نداریم؟ بعد مگه حالا ما اینجور که میدیریم میگن واقعا انرژی هسته‌ای رو همه هر یه دید بمب اتم اصلا این نیست. ولی نه جدی روشن فکرانه داریم میگی یا الان داریم گپ میزنیم؟ ما داریم لذت میبریم از حضور شما داریم. ولی کلا اصلا بمب اتم نیست انرژی هسته‌ای. اما در حالت کلی چون عمر نیروگاهش بیشتره، این یه حالت پایداری یا حالت امنیت انرژی برای ما برمغان میاره. اما فقط بحث حالا هسته ای ما بحث انرژیش نیست. یه چیزی که احساس میکنیم به چیز تاپی هست و دنیا دنبالشه تو هر بحثی، ما باید از دانش خودمون استفاده کنیم، سعی کنیم که بهش برسیم. Thank you, Professor. Thank you so much. Andrei Gain och Konstantin Novosjolov alltså delar på det. There are only a few ways how we can supply power in the modern world. I think nuclear power is still on the list, and I think there is still good chance for nuclear power. So it has to be developed further. So we would need it for the next maybe 50-100 years or so. They don't include people who are making research and finding new nanotechnology or something like that. I don't know how it's working exactly. I don't know exactly the reasons. Perhaps it's for economy or perhaps because they just, I don't know, got fear because of the media, they are saying something and all of that, and because the government and all of that say something about Japan. So even if the Iranians, they make good research about something, be careful because they're Iranians. اصلا فرقی میکنه یه سانتریفیوژ بچرخه، 1000 تا بچرخه، 10000 تا بچرخه. دیگه یه چیزی میخوای داشته باشه، اصولی داشته باشه دیگه.
که پاک باشه و اینا، ولی خب این به خودمون رب داریم، ما باید تعیین کنیم که این به درمون میخوره نه که شاید دیگه شون مثلا زورشون میرسه بگن که نه مثلا نه باید این کار بکنیم. یعنی بیشتر مسئله حیثیتیه، نه باید مثلا الان مثلا این کار که انجام بدیم بعد تو هشت دیگه شروع میکنیم که حالا ما به نظر کارشناس میونه که شما این کار نباید بکنیم، بعد دوباره همین بحثا دوباره تکرار میشه. ما این تحریما رو باید اولا ممنون امریکا باشیم که این تحریما اگر نباشه ما دنبال هیچ چی نمیریم، یعنی دنبال ساخت تولید تا فشار نباشه آدم به جایی نمیرسه. حالا مصداق کشور خودمونه این تحریما، ما ممنونم هستیم که این تحریما رو کرده چون بالاخره ما به خودکفایی کامل میرسیم. به نظر من با این چیزا مشکل دارن و اصلا بحث هسته‌ای و اینا نیست. اگر هم قرار باشه که ما حتی ما بمب هسته‌ای هم بسازیم، مگه ما میتونیم چند تا بسازیم؟ اونا n برابر ما رو دارن. مگه اصلا یه چیز واضحیه به نظر من که این نیست. میگن در نهایت نمیگیریم. علتش چی میگه؟ علتش اینه که شاید شفاف نیست قضیه. خیلی شفاف یعنی برای مردم شفاف. یعنی معلوم نیست دیگه، معلوم نیست تفسیره اون قانون چیزایی که توافق کردن چیاس معلوم نیست. شما معلوم میدونی چیه؟ Any uranium that is enriched at Natanz will be capped at 3.67%. Remain at 300 kilograms. با محدودیت شدید در برنامه خود مواجه خواهد شد. ایران همچنین با بیشترین بازرسی‌های شدید و سرزده و شفافیت مواجه است. انتظار نداریم که ویران بکنه، نابود بکنه آنچن را که در بحث هسته‌ای خودش انجام داده. طبیعتا ایرانی حق رو هم داره که فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو به گونه صلح‌آمیز ادامه بده. اینا حق غنی‌سازی ما رو به رسمیت شناختن. اولا به اونا چه که به رسمیت بشه. حالا دستون نشناختن، میدونی چی گفتن؟ نگفتن غنی‌سازی نباید بکنید. گفتن من متنش دارم. گفتن که شما این مقدار غنی اورانیوم غنی شده که الان دارین سال دیگه نباید بیشتر بشه. یعنی چی؟ یعنی در این سال نباید غنی سازی بکنه، سال بعدش هم نباید بیشتر بشه، یعنی همون مقدار داشته باشه که اون مقدار خیلی کمی به دردم نمیخوره. میگم خب اگر ما غنی سازی ولش کنیم دیگه، پس این چه حقیه که نمیتونیم اعمالش بکنیم ولی میگیم حق غنی سازی داریم؟ خب منم حق دارم از جا بپرم پایین، بپرم آه چیکار کنم؟
متحد شدیم که زنجیره 20 درصدمون رو در واقع تعطیل بکنیم، تبدیلش بکنیم به زنجیره 3.5 درصد زیر 5 درصد. ما به طور معمول هر سال چند هزار تا ماشین نصب می‌کردیم، بعد به مرور اینو راه اندازی می‌کردیم، دوباره می‌رفتیم زیر ساخت آماده می‌کردیم، ماشین‌های جدید نصب می‌کردیم. نتایج ما تا 48 هزار تا ماشین ظرفیت داره، فورده ما تا حدود 3 هزار تا ماشین ظرفیت داره. داشتیم در واقع این کارخونه‌مون رو، این سایتمون رو به ظرفیت کامل می‌رسوندیم. اینو متوقفش کردیم. ما خط تولیدیمون هم که داره الان تولید میکنه 3.5 درصد رو، اونم ماشینای کیفی تر تعهد کردیم جایگزینش نکنیم که تولیدمون افزایش پیدا بکنه. و راه اندازی کارخونه هم که عرض کردم تعهد کردیم که فرآیند راه اندازی و توسعه خط تولید رو هم فعلا متوقف نگه داریم، سایت جدیدی رو شروع به کار نکنیم، هیچ خط تولید جدیدی رو راه اندازی نکنیم، خط تولید همون 3.5 درصد رو، 20 درصد رو هم که تبدیل کردیم به 3.5 درصد. ما توی راکتور تحقیقاتی تهران رادیو دارو تولید می‌کردیم، سوختش هم 20 درصد رو به ما نمی‌دادن، ما خودمون ساختیم. حالا داریم تعهد میدیم که تا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال، اینکه نهایتاً چی میشه نمیدونم، که ما سوخت 20 درصد نمی‌سازیم. موقعی که شما می توانید سوخت 20 درصد بسازید و می خواهید بخرید، قیمت و شرایطش یه چیزیه. موقعی که نمی تونید بسازید یا مجاز نیستید بسازید یا امکاناتش رو ندارید داخل کشورتون، شرایط و قیمت یه چیز کاملا متفاوت میشه. ما الان در این تعهد میدیم که اصلا زیر ساختای این کار رو تا جایی که میشه جمع کنیم و خودمون رو هم تا 10 سال من کردیم از تولید سوخت 20 درصد. حالا بعد از 3 سال، بعد از 4 سالی که ما دوباره سوخت 20 درصد بخوایم، اونا میتونن با شرایط ظالمانه پیشنهاد دادن سوخت بکنن. تحت این شرایط ما میتونیم بگیم خب چون شما دارین گرون با ما حساب میکنیم، ما میخوایم دوباره 20 درصد تولید کنیم، چون شما شرایطی دارید میذارید که این شرایط فراتر از یه معامله تجاری هست، ما میخواییم 20 درصد تولید کنیم. این خودش سابقه نشون داده، حتی تو رادیو ایزوتوپای بلند عمر، حالا کوتاه عمرها رو که میگیم باشه، ما از خیر کوتاه عمرها میگذاریم، اصلا مریضامون هم ازشون تسلیه پت نمیگیریم، از رادیو ایزوتوپای کوتاه عمرمون هم میگذاریم. الان همین الان ما ایریدیوم میخواییم، به ما میدن؟ ما الان برای براکیوتراپی ایریدیوم لازم داریم، بیمارستانه ما الان ایریدیوم لازم دارن. خب بدن. ما قرارداد NPT یا این قرارداد عدم گسترش سلاح هسته‌ای رو امضا کردیم. طبق اون قرارداد، تا حالا اون قرارداد هم ایراد مفصل من بهش دارم که چقدر قرارداد یک جانبه ایست که اصلا ایران نباید اون امضا میکرد. حالا در ماده چهارش میگه که اگر کسی پی مملکتی پی سلاح هسته‌ای نرفت، این حق داره پی تمام تکنولوژی‌های که به سلاح هسته‌ای معبود نمیشه به دست بیاره برای مصارف چیز عمومی. اینه گفته و میگه هیچ چیزی جلو اونو نباید بگیره، نمیتونه بگیره. این حق مسلمه اوناست، این حق مسلمه از جا در منه، این حق مسلمه هست. و تازه کشورهایی که تکنولوژی هسته‌ای دارن باید به این کشورها که ندارن کمک بکنن برای مصارف غیر نظامی. گلایه ما از اوناست که در موقعی که ما حاضریم همه جور با اونا همکاری کنه، اونا هیچ همکاری با ما نمی‌کنن. وقتی میگم هیچ یعنی مطلقاً صفر. من اگر که یک اطلاعات فنی کوچیکی از اینا بخوام، با عنوان این که این محرمانه است، شما نامحرمین، این اطلاعات رو از ما عبا میکنن و اصلاً همکاری نمی‌کنن. حتی تجهیزاتی رو که به بحث ایمنی مربوط میشه، اون دیگه یک چیزیه که بایستی در اختیار ما قرار بدن. من اگر لازم باشه که یک تجهیزاتی بگیرم که مراقبت از سلامتی پرسنل یا سلامتی مردم بکنه، دیگه اونا نبگن نه این شما حق ندارین اونو داشته باشین و اونو در اختیار ما قرار نمیدن.
ما حتی نمونه های خیلی کم به مقدار گرمی به عنوان نمونه استاندارد برای آزمایشگاه از اینا خواسته بودیم، بازم بهمون ندادن. آنچه که میخوام به ما تحمیل کنن یه سیستم تبعیض واضح هست که اصلا هیچ جور نمیشه منکرش شد. ژاپن حق داره تمام پلوتونیوم خودش رو داشته باشه، تبدیلش کنه به سوخت ماکس، تبدیلش کنه به باتری پلوتونیومی و هر تکنولوژی دیگه‌ای که میخواد ازش استفاده کنه. همین الان بیشتر از 10 تن پلوتونیوم خالص تو ژاپن وجود داره. موقع امضای MPT به ژاپن اجازه میدن که همچین ریزرویشنی داشته باشه، یعنی من پلوتونیومم رو لازم دارم. به ما میگن نه، پلوتونیوم به هیچ دردی غیر از بمب نمیخوره، شما باید تمام سوختتون رو به ما تحویل بدین اصلا به این سمت که بتوانید از سوخت مصرف شده پلوتونیوم رو جدا سازی کنین، چیزی که بهش میگن بازفراوری، اصلا نباید اینو داشته باشید، اصلا نباید به این سمت بریم، باید فکرش هم نکنید. به جمله اینکه هند الان داره این صنعت رو به شدت توسعه میده و استفاده میکنه ازش، چون خیلی از رادیوآیزوتوپایی که ما نیاز داریم خیلی راحت تو سوخت مصرف شده هست و با یک تسلط بازفراوری میشه اینها رو مجدداً در حقیقت ریپروسس کرد، آوردش و استفاده کردش. یعنی از اورانیوم تبدیل شده به موادی که همشون یا یه تعداد زیادی ازشون قابلیت استفاده دارن شما حق ندارید استفاده کنید. حق بازفراوری نداشتن یعنی اینکه شما اورانیوم 238 نداشته باشید، یعنی اینکه شما باتری RPS نداشته باشید، یعنی اگر فضاپیما دارید فضاپیماتون باتری که 30-40 سال کار کنه نداشته باشید. The core of its reactor at Iraq will be dismantled and replaced. The spent fuel from that facility will be shipped out of Iran for the life of the reactor. Iran will not build a new heavy water reactor. And Iran will not reprocess fuel from its existing reactors. باز یعنی اینکه شما پیس میکرایی که 1973 تو آمریکا استفاده میشه و الان دارن راجع به اینکه 30 سال تو بدن مریضاشون کار کرده و قلبشون رو تنظیم کرده مقاله مینویسن نداشته باشین. پس باز فراوری به معنی این نیست که شما زباله بازیافت کنید، معنی واقعیش این هست که شما میخواین به یه سطحی از تکنولوژی برسید. The breeder reactor breeds plutonium and can recycle it over and over again. It's a very good fuel. The light water reactor is a much simpler reactor, but it produces much more waste. بالاخره راه حل چیه؟ یا باید نامه بنویسیم به آژانس درخواست کنیم اینا رو بهتون بدن، آمریکا و فرانسه و ژاپن و روسیه و چین که اینا رو میسازن، یا اینکه چی؟ یا اینکه خودتون بسازین دیگه. وقتی اصلا دسترسی به ماده اولیش هم ندارین، وقتی که اصلا حق ندارین اورانیوم تبدیل شده به پلوتونیوم رو داشته باشین، باش آزمایش بکنین که به پلوتونیومش برسین، وقتی میخوان راکتورتون رو طوری بازطراحی بکنن که حداقل پلوتونیوم 238 و 239 توش ایجاد بشه، خب شما اصلا اینا رو هم باید کامل جمع کنیم. بنابراین نمیشه گفت که شما میتوانید یه برنامه هسته‌ای داشته باشید بدون پلوتونیوم 238. An RPS is a unique power system that provides electricity using heat from the natural decay of the radioisotope plutonium 238. Radioisotope power can significantly enhance the ability of solar system exploration missions to meet their scientific and operational goals. Usually these power systems enable space missions to happen that just wouldn't work without them.
کشوری که پروتکل الحاقی را اجرا می کند باید درهای تاسیسات اتمی و غیر اتمی خود را به روی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز کند و امکان بازرسی های وسیع و سرزده از تمام مناطق مورد نظر آژانس اعم از تاسیسات اعلام شده و نشده را برای بازرسان فراهم کند. مسئله بسیار ساده نیست، اصلا ساده نیست. مسئله ای هست که در گذشت زمان نکلیر جورسپرودنس ایجاد کردن، خب رویه هسته‌ای ایجاد کردن. این رویه هسته‌ای رو شما باید بشناسید. خب آخرش چی میگه؟ میگه که خب من وقتی این موافقتنامه رو نگاه میکنم اصلا برام مهم نیست غنی‌سازی. بعضی ها اینقدر ساده هستن میگن آقا 20% گفته، 5% گفته، 2% گفته، اصلا برای من مهم نیست اینا. برای من هیچ فرقی نداره 5% و 20%ش. چرا؟ برای من اون چی که مهم هستش سه تا رژیمی که اینا دارن اعمال میکنن: رژیم اینسپکشن رژیم، مانیتورینگ رژیم و ایمیونیتی رژیم. رژیم که از همون سالها پیش، از 17-18 سال پیش فریاد این رو زدم، رژیم بازرسی، رژیم نظارت و رژیم مسئولیت. این هست که بدترین نوع کاپیتولاسیونه. این نوع هستش که میگه که خب ما باید اجازه داریم که بیایم بگردیم، همه جا رو بگردیم. یعنی میگن که امروزه اگر ما اطلاعات رو کسب بکنیم انهدامه. خب حالا یا به طریق سخت افزار یا به طریق نرم افزار انهدامه اون هدف 100% برای ما به اصطلاح امکان پذیر است. ما تقریبا خواهم بهتون بگم تقریبا دو سوم ماه رو اینا توی ایران بازرسی از سایت های ما دقیقاً 6 روز بازرسی سرزده داریم که بدون اینکه ما ساعتش و تاریخش رو بدونیم میتونه در هر موقعی از روز باشه و در هر وقتی مثل جمعه باشه، پنجشنبه هایی که تعطیل هستیم باشه، و فقط 2 ساعت وقت داریم که اونا از اعلان تا ورود به سایت داخل خود فسیلیتی باشن و بازرسی رو شروع بکنن. خب وقتی میگن پروتکل خب بله چند نوع اینسپکشن داره، چند رو بازرسی داره. یکیش روتینه، یکیش دیلیه، یکیش سپیشله، یکیش سیفگارده. حدود نزدیک به 18 روز دیگه بازرسی های عادی دارن که از قبل اعلان کردن و میان از غنی‌سازی هامون بازرسی میکنن. تعداد زیادی از کشورهایی که امضا کردن مطلقاً تکنولوژی هسته‌ای نداشتن. یه تعداد از کشورهای دارنده تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای هم اگر تکنولوژیشون براشون مهم بوده قطعاً اینا رو با ریزرویشن و به روش خودشون امضا کردن. دانشمندان هسته‌ای تو برزیل مدعی هستن که چون تکنولوژی‌های منحصر به فرد خودشون رو دارن باید محدودیت‌های ویژه‌ای برای تمام بازرسی‌های آژانس داشته باشند. اونا MPT رو طوری پذیرفتن که هیچ کدوم از بازرس‌های آژانس نمیتونن سر از تکنولوژی‌هاشون در بیارن. بوده که بازرسی اومده گفته که من مثلا در کشور، حالا من یادم میاد فکر می‌کنم برزیل رو اسم می‌بردن، که بخش عمده‌ای از ماشیناشون رو دیوار کشیدن جلوش، بازرس از پشت دیوار رد میشه، فقط بالای ارتباطات و اتصالات پایپینگ رو میتونه فقط ببینه، خود ماشین را حق دیدن نداره. و وقتی میان اینجا تازه میگن این همون ماشین سنتریفیوژه که ما از پشت دیوار در این قصد صداشو میشنیدیم. شما نگاه کنید پروتکل الحاقی که آمریکا پذیرفته پروتکل الحاقی نیست که فرانسه و انگلستان پذیرفتن. پروتکل الحاقی که چین و روسیه پذیرفتن پروتکل الحاقی نیست که آمریکا و فرانسه و انگلیس پذیرفتن. تو پروتکل الحاقی مورد پذیرش چین و روسیه اصلا هیچ گونه بازدید فیزیکی وجود نداره. پروتکل الحاقی مورد پذیرش آمریکا خودشون میگن برای این طراحی شده که به آژانس یاد بدن چگونه جای دیگر رو بازرسی کنن. پروتکل‌های فرانسه و انگلستان هم شبیه همین هست. اون چی که می‌بینن رو گزارش میدن، به ریز گزارش میدن، خیلی دیتیل میرن و بعد این دیتیل‌ها عیناً منتشر میشه، جهانی میشه توی گزارش‌های آژانس. و معمولاً این مرسوم نیست که اینقدر دیتیل رو در
بگذارن در این سایت ها همه ببینن. چیزی که اونا خودشون میگن این هست که میخوان به اسم پروتکل الحاقی آژانس رو به جای اکانتنت تبدیل کنن به دیتکتیف تو ایران. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه حسابدار یا یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه آژانس حسابدار یا حسابرس مواد هسته‌ای تو ایران باشه مثل بقیه جای دنیا، تبدیل بشه به بازجو و کاراگاهی که دنبال جرم هست تو ایران. و اینو خیلی جدی و آشکارم میگم. ولی خاطر اینکه قرار نیستش که ما همه جزئیات کارمون رو همه در همه زمان‌ها بدونن. خیلی وقتا هم میشه که به محض این جای اتفاق میفته فرداش میبینیم رو سایت هست. این اتفاق کاملا منعکس شده. میخوایم به تمام پروسه یا زنجیره تأمین قطعات و آدمهای این پروسه دسترسی داشته باشیم. خب این سوالو خیلی جدیتر میکنه. واقعا برای چی؟ شما آدم ها رو برای چی میخواین؟ برای چی میخواین بدون این پیچ کی داره تولید میکنه؟ این چه کمکی میکنه به شما؟ مطابق این بازرسی ها اونها میتونن از تک تک افرادی که مایل هستن و میخوان بازجویی کنن، اطلاعات بگیرن، از هر جایی که میخوان برن بازرسی بکنن. خب اینها رو شما در نظر بگیرید با اتفاقاتی که در کشور ما افتاده در رابطه با به اصطلاح ترور دانشمندان هسته‌ای ما. پروژه سزامی یه پروژه سیکلوترون بود تو اردن، کاملا صلح‌آمیز بود، هیچ ویژگی نظامی برای این پروژه قابل تصور نیست. ما دانشمند معرفی کردیم برای این پروژه. این دانشمند الان کجا هستن؟ پرسیکلت سوار انجام بدن. دکتر مجید شنگولی به درجه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در دیدارش از اسرائیل در خصوص برنامه و مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضعی سرسختانه‌تر اتخاذ کرد. نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند. فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت. حالا این کشور به عنوان یکی از مدعیا داره توی پنجه به اضافه یک با ما مذاکره میکنه. بچه‌ی من میره آمپول میزنه. یه پیروز اومده گریه کرده، با من تا کی باید آمپول بزنم؟ من نشستم همزمان با اون گریه کردم. میگه ماما تا کی؟ تا کی؟ Ambiance lourde et tendue cet après-midi à l'ouverture du procès de l'affaire de la contamination des hémophiles par le virus du sida. Et par la défense et les parties civiles est libre pour le moment de répondre ou non à cette convocation. آیا اونا میدونن در اثر اون دارو فرزندانی متولد شدن که اون فرزندان ایدز داشتن و الان توی بهشت زهرا توی قبرستون در حقیقت خوابیدن؟ اینا رو متوجه میشن؟ اگرچه فابیوس محاکمه گردید اما در نهایت تبرئه شد و غرامت آسیب دیدگان ایرانی از خونهای آلوده هیچگاه پرداخت نشد. Monsieur Fabius et tous ceux qui ont participé à la catastrophe, entendez-vous ma voix? Je parle de l'Iran, un pays où vous avez exporté du sang contaminé. Beaucoup de gens ici ont été en des lieux si tristes. Quelle est votre réponse? Quel est votre concept de droit des hommes et de conscience humaine? Jamais ne nous oublions et ne pas pardonner les crimes. L'histoire ne vous pardonne pas, bien que vous devez répondre.
آقای اولاند نظارت بر تمام فعالیت‌های هسته‌ای، تعلیق غنی‌سازی 20% و کاهش ذخیره اورانیوم و متوقف شدن فعالیت تأسیسات آب سنگین عراق ایران را شرایط کشورش برای دستیابی به توافق هسته‌ای با تهران برشمرد و میزبان وی در اسرائیل از اظهارات او استقبال کرد. I believe the choice is not between a bad deal and war. به نظر من انتخاب میانه یک معامله بد و یا جنگ نیست. برعکس، با شکیبایی و با عزم دستیابی به یک توافق خوب ممکن است که معنای آن ادامه فشار و افزایش آن است. اتحادیه اروپایی اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط با هسته‌ای خود را خاتمه خواهد داد و ایالات متحده نیز اجرای تحریم‌های مالی و اقتصادی ثانویه مرتبط با هسته‌ای را همزمان با اجرای تعهدات عمده هسته‌ای ایران به نحوی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راستی آزمایی شود متوقف خواهد کرد. مرتبط با هسته‌ای یعنی چی؟ یعنی اینکه این لیست 10 تا تحریم‌های کنگره است. 10 تا تحریم کنگره. از این 10 تا تحریم کنگره 3 تاش فقط هسته‌ایه. موارد دیگه‌اش، هفته‌های دیگه‌اش غیر از هسته‌ای، تروریسم، حقوق بشر، داستان‌های دیگه داره. شما ببینید تحریم‌هایی که برای ایران اومده، تحریم‌هایی نبوده که همه در یک زمان در یک چارچوب قانونی نوشته شد، به کنگره داده شد و این تحریم‌ها اجرا شد. تحریم‌هایی که مثلا به تحریم‌های تدریجی بوده که از همون زمان انقلاب هم شروع شده. درسته؟ زمان جنگ ایران عراق تحریم‌ها بیشتر شده بوده، ولی کنگره اگه تو باشه جلوگیری کرد از سرمایه‌گذاری کانکو در ایران. بعد اون تحریمی که اون نامه که کنگره برای اون موضوع نوشت بر ضد رئیس جمهور آمریکا هنوز رو کاغذه. عوض کسی نرفته بگه که اون نامه رو تحریم کرد. خب این تدریجی بودن این موضوع، شما یه کتابچه تحریمی که شاید 20 صفحه بوده الان کرده 800 صفحه. ما دو نوع تحریم آمریکایی داریم. 10 تا تحریم کنگره هستش، 18 تا مال دستور اجرایی رئیس جمهور هست. از دستورات اجرایی رئیس جمهور اگزیکیتیو اوردرزا از 18 تاش 2 تاش قابل برداشت شدنه، لغو شدنه. اون 2 تاش هم تاثیرگذاری اقتصادی چندانی نداره. تحریم های شورای امنیت و تحریم های اتحادیه اروپا و تحریم های انگلستان و تحریم های همپیمانان امریکا پرتوی است از تحریم های اوفک، تحریم های ایالات متحده امریکا. یعنی برای اینکه اونها تحت تاثیر قرار بگیرن باید تحریم های امریکا تحت تاثیر قرار بگیره و انصافا هم تحریم هایی که در شورای امنیت هست آنچنان تحریم هایی به اصطلاح در مقایسه با تحریم هایی که آمریکا در نظر گرفته شده زیان‌آور نیست. جمله نماینده های کنگره است. به اوباما نوشتن، گفتن که دولت شما به ایران قول داده که این تحریم های نیوکلیر ریلیتد رو، اینا توی کد گذاشته، اینا رو بردار. Yet the concept of an exclusively defined nuclear related sanctions on Iran does not exist in US law. یعنی ما در قانون آمریکا چیزی به اسم nuclear related sanctions نداریم، اصلا تحریم های هسته‌ای نداریم. که این حرف هست کردم حرف دقیقی نیست، از 28 تاش 5 تاش هست، منتها 5 تاش جدی نیست، تحریم های جدی نیستش. اینو باید بهش توجه بشه. ادامه داده، almost all sanctions related to Iran's nuclear program are also related to Iran's advancing ballistic missiles. تقریبا همه تحریم هایی که مرتبط با هسته ایران تصویب شده مربوط به موشک های بالستیک ایران هم هست. Intensifying support for international terrorism. فعالیت های حمایتیشون از تروریسم هم هست. And other unconventional weapons program. برنامه های دیگر غیر متعارفشون هم هست. تعهدات ایران کاملا مزیق، چارچوبدار، تعریف شده و محدوده. اما وظایفی رو که اونها در مقابل جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران دارن وظایفی است موثق، قابل تفسیر و مشمول زمان، مشمول مرور زمان. ما وضعیت مشابه وضعیت فعلی رو قبلا موقعی که تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای رو داوطلبانه پذیرفتیم تجربه کردیم.
اونجا ما فرض رو بر این گذاشته بودیم که وقتی میگیم تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای، منظور از فعالیت‌های هسته‌ای تفسیر خودمون از آنچه که فعالیت‌های هسته‌ای تلقی می‌کنیم هست. We went to Tehran to get them to agree to stop enrichment and everything to do with enrichment. They should stop it forever. So we wanted to get them into that by getting them to agree to a suspension, to not putting radioactive material into the centrifuges. Which would mean that Iran was not enriching, and so that would mean suspension of enrichment, that al-Baradei had considered suspension to be basically not feeding uranium into the centrifuges. بعد از اینکه توافق امضا شد، گفتن نه، فعالیت‌های هسته‌ای هر آنچه هست که آژانس میگه فعالیت هسته‌ای هست. Pour nous, c'était une définition beaucoup trop étroite des activités liées à l'enrichissement, puisque c'est tout ça ce que nous cherchions à suspendre. عملاً اتفاقی که افتاد این بود که ایران خودش رو متعهد دید به تعلیق هر آنچه که آژانس گفته بود باید تعلیق بشه. The IAEA defined suspension as Europe wanted. And 4 months later, they reported that Iran had been hiding a new, advanced centrifuge. Iran had expected agreement with Europe would bring economic rewards. None came. Bad in poker game too, in the diplomatic poker game. I mean, the European part. صبح برگشتیم هتل مذاکرات ساعت 12:01 بود اگه اشتباه نکنم. یه خبرهایی اومد که احتمالاً امروز یه بیانیه مشترک آقای ظریف و آقای مگرینی قرائت بشه و یه سری گفتن اتوبوس هم آماده کردن که از اونجا ببرن دانشگاه پلی‌تکنیک لوزان. ما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا همراه با وزرای خارجه 3 کشور اروپایی به اضافه 3 یعنی چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، آمریکا، بریتانیا و ایالات متحده از 6 تا 13 فروردین 1394 در سوئیس دیدار می‌کنیم. چون ما اونجا که تموم شد اومدیم هتل مذاکرات وسایلمون رو برداشتیم و مستقیم اومدیم سوار شدیم، یعنی دیگه اصلا سالن فرود که اینا نرفتیم، مستقیم اومدیم به هواپیما. بعد آقای ظریف خب خسته بود اینا، ولی خب سرحال بود. بعد گفتیم چه خبر، خسته نباشید. گفتش که با این دروغایی که آمریکایی‌ها دادن آدم خسته میشه. There's no one thing, Charlie. The only long-term security for Israel and any of Iran's neighbors, not to mention, I think, for many of the Iranian people, is some kind of change in the regime in Iran that is driven from within. And the one thing that Obama's deal has the possibility. آی چوپان حذر از خواب کتابان نتوان چشم بستی جله از جله گرگان نتوان گرگ گرگ است اگر اخ اگر لبخند است بی طمع نیست سلامش هنرش ترفند است بی طمع نیست سلامش هنرش ترفند است غربان جاست که خورشید نهان می خواهد
پسرش را به جهان می خواهد مار بر دوش کهن مغز جوان می خواهد سا جهان سفره زهاکی خونخاران مادران را چه امان از هوس ماران دشمن خونخوار دلاور باشید در بر دشمن خونخوار دلاور باشید گرگ گرگ است اگر اخ مگر لبخند است بی‌تمنی سلامش هنرش ترفند است هنرش ترفند است این وطن است روح خدا تا جان است یک جهان منتظر پرچمی از ایران است یک جهان منتظر پرچمی از ایران